اعتراض رژیم آخوندی از کمپین تحریم خودروهای ساخت داخل. پاسخ کوبنده مردم ایران به سیاست‌های غارتگرانه رژیم آخوندی در گرانفروشی خودروهای ساخت ایران، کارگزاران این رژیم را وحشت زده کرده است. پس از دو ماه سکوت، سرانجام هفته گذشته نعمت‌زاده وزیر صنایع رژیم با سراسیمگی به صحنه آمد و با ضد انقلاب خواندن تحریم کنندگان تلاش کرد با اظهارات متناقضی منکر این کمپین شود. مثلا همچین کمپین، مثل این که بیم کمپین بر علیه تولید ملی، کمپین بر علیه اقتصاد ملی، کمپین بر علیه اشتغال جوانانمون، این که معنی نداره کمپین نیچه. با این همه تلویزیون رژیم مجبور به اعتراف شد و گفت این روزها در فضای مجازی صحبت از کمپینیه که خرید خودروی صفر رو ممنوع اعلام میکنه. حالا چقدر میشه گفت این کمپین واقعیه؟ پایه بعضی از اطلاعاتی که این کمپین ها به مردم میدن از اساس بی‌پایه و خنده‌دار. اما نه ضد انقلاب خواندن وزیر صنعت رژیم کارساز است و نه خنده‌دار بودن اطلاعات مردم آنطور که تلویزیون رژیم مدعی است، بلکه آنچه واقعیت دارد تحریم خرید خودروهای داخل توسط مردم ایران است که پارکینگ های تولید کنندگان آن را پر کرده و تلویزیون مجبور به اعتراف گوشه ای از آن است. انباشت 80 هزار خودرو در پارکینگ یک خودروساز، آماری که مشاور عالی رئیس جمهور رسانه‌ای کرد، اظهار نظری که تکرارش کار آسانی نبود. اون سوال میخواین تکرار کنین؟ بله بله، همین موضوع دیگه، همین انباشت 80 هزار خودرو تو پارکینگ یک از خودروسازها، این از کی انباشت شده؟ بعد اینو از خودروسازا بپرسید. واقعیت این است که فروش چند برابری خودرو ساخت داخل به مردم ایران در حالی که صادر شده همان مدل به کشورهای همسایه به 1/4 و 1/5 قیمتی که در ایران به فروش می‌رسد، به هیچ وجه برای مردم قابل قبول نیست و ترفندهای چپاولگرانه رژیم هم لو رفته است. قبلا می‌گفتن که چرا قیمت پایین نمیاد خودرو، نه میگفتن ما تحریمیم، قطعاتش بیرونه، دلار بالاست فلان. امروز میگن تحریم برداشته شده چرا قیمت نمیاد پایین؟ میگن خب مثلا قطعات ما همه ایرانیه. تاثیرگذاری کمپین تحریم خودرو که به طور خاص در سایت‌های اجتماعی به صورت گسترده تبلیغ می‌شود، کار خود را کرده و بر دستگاه غارتگر رژیم آخوندی ضربه وارد کرده است. کمپین های خودرو نخرید هم بیشتر از برآورده کردن آرزوی کاهش قیمت، کم کم به تولید ملی و اشتغال آن لطمه میزنند. البته آنچه که لطمه خورده سپاه ضد مردمی پاسداران و بیت خامنه‌ای ولی فقیه ارتجا است، زیرا سپاه با در چنگ داشتن بیش از 1/5 سهام خودروسازی های کشور و بیت خامنه‌ای با اخاذی درصد بالایی از سود خودروسازی های داخل کشور زیان می‌دهد. کمپین تحریم خودروهای ساخت داخل یک بار دیگر نشان داد اتحاد و همبستگی مردم ایران محاسبات غارتگرانه رژیم آخوندی را در هم پیچیده و نشان دهنده آمادگی مردم ایران برای رویارویی با رژیم آخوندی در عرصه‌های مختلف است.